سازمان ملل و معاهده منع شکنجه. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، کس کجا سر غمش در دهن عام افتاد. چه کند کس پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. در میان مظالم بشری هیچ چیز به قدر ایراد تعمدی درد و رنج ناموجه و نابخشودنی نیست و هیچ چیز به اندازه خار و خفیف کردن انسانی در بند توهین به ساحت مشترک بشری محسوب نمی شود. سازمان عفو بین الملل. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. سال 1998 میلادی، 1377 خورشیدی، در 50مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد 26 ژوئن 5 تیر را روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان اون اعلام کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره به یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسید. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود و برای نخستین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند اشاره نمود. این بحث با توضیح کوتاهی در مورد شکنجه که از گذشته‌های دور تا کنون مهمترین وسیله ایجاد رعب و وحشت بوده و ستمگران غالب و مغلوب به اون متوسل شدند، به کنوانسیون ضد شکنجه یا بهتر بگویم معاهده منع شکنجه هم اشاره می کند که سازمان ملل متحد در سال 1984 میلادی تصویب نمود. 1363 خورشیدی. بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه کسانی که به قانونمند کردن موازین و اصول حقوق بشر می اندیشیدند تلاش کردند عهدنامه های بین المللی را در ارتباط با مسائل گوناگون حقوق بشر عمومیت بدهند. کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات های بدنی که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از کشورها خواسته شد که به این عهدنامه بپیوندند با تلاش آنان صورت گرفت. کنوانسیون یا مقابل نامه یک نوع معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم ما بین کشورهای مختلف تنظیم و منعقد می گردند. با اینکه بسیاری از کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه پیوستند و پذیرفتند گرد مجازات‌های ظالمانه و غیر انسانی نگردند، اما همکنون نیز
استفاده از شکنجه در انواع مختلف اون، پیدا و ناپیدا، همچنان در تمام قاره های جهان ادامه دارد. شکنجه چیست؟ بنابر ماده یکم کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات های بدنی که سازمان ملل متحد در سال 1984 تصویب نموده، هر گونه اذیت و آزار و فشاری که از نظر جسمی یا روحی بر انسان وارد شود شکنجه است، اما از اینکه برای گرفتن اطلاعات و اقرار باشد یا به عنوان مجازات. به عبارت دیگر، شکنجه از اون تعریف کلاسیکش که هر عملی را چه در قرون وسطا چه در قرون بعدی بر خودشون مجاز می دانستن ستمگران که اعمال کنن تا متهم اقرار کند و بر اساس اون اقرار بتوانن او را محاکمه و مجازات بکنند، خارج شده و الان تمامیت جسمی و روحی انسان مورد حمایت قانونگذار و مدافعان حقوق بشر است و نباید هیچ عملی بر ضد این تمامیت صورت بگیرد. متاسفانه بر شکنجه مهر پایان گذاشته نشد. بعد از 11 سپتامبر 2001 و به ویژه پس از اشغال عراق، آمریکا به بهانه دفاع از مردم و مبارزه با تروریسم به اونچه شکنجه های نرم نامید که نرم نبود دخیل بست و عکس های تکاندهنده بازجویان و زندانیان ابو غریب از خاطره ها نرفته است. 12 فوریه 2008 سنای آمریکا طرح قانونی را به تصویب رساند که بر اساس اون سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حق استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمان را ندارند. این ممنوعیت شامل حال فعالیت ماموران CIA در خارج از ایالات متحده نیز می‌شد و سازمان سیا مجاز نبود از روش‌های بازجویی غیر از اون چی که ارتش آمریکا به کار می‌برد استفاده کند. چنان که انتظار می‌رفت، جورج دبلیو بوش این قانون را وتو کرد. بعدها اوباما گفت واتر بوردینگ، یعنی الغای حس خفگی در آب، شکنجه است. در حکومت من شکنجه مجاز نخواهد بود. مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در روزنامه واشنگتن پست در همین مورد نوشت: آقای اوباما گرچه استفاده از شکنجه را ممنوع کرده، ولی با انجام ندادن تحقیقات و مجازات مسئولان این اقدامات عملاً راه را باز گذاشته تا بار دیگر این روش‌ها به کار گرفته شوند. حالا آمریکا را رها کنیم، باغچه خودمون را آب بدهیم. در ایران، در رژیم گذشته و در رژیم کنونی، این تعریف که شکنجه هر گونه اذیت و آزار و فشاری است که از نظر جسمی یا روحی بر انسان وارد شود، مبنای حقوقی نداشته است، چه برسد به اینکه در عرف هم، یعنی به مرور در فرهنگ جامعه، جا باز کند. در این بحث کوتاه از اونچه بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 در زندانهای ایران گذشته می‌گذریم. در خاطرات خانه زندگان کم و بیش به اون اشاره کردم. بیاییم جلوتر. از سال 53 به بعد که من خودم شاهد بودم، هیچ روز و شبی نبود که در کمیته به اصطلاح ضد خرابکاری در تهران فریاد زندانیان زیر شکنجه به گوش نرسد. هیچ روزی. بعد از انقلاب در سال 60 و 61 به خصوص، شکنجه
شکنجه های هولناک به نام تعزیر در زندان های ایران بیداد می کرد. جنایتی که در دور و تسلسل اعدام ها و ترور ها دامن سازمانی که از زدن سرانگشتان رژیم دم می زد را هم گرفت و تشکیلات مزبور هم با عملیات به اصطلاح مهندسی به شکنجه مخالفین خیش متوسل شد. البته در بسیاری از موارد این قدرت حاکم است که مردم را به سطوح می آورد. این رژیم حاکم است که مردم را می شوراند و در پیامد آن خشونت می زاید و خشکتر در آتش واکنش های تند یا مقابله به مثل می سوزند. من در رژیم پیشین هم با شکنجه روبرو شده بودم، اما اونچه بعد از انقلاب در زندان دیدم و کشیدم قابل وصف نیست. برگردیم به کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه. همونطور که در آغاز اشاره شد، در 10 دسامبر سال 1984 سازمان ملل پیمان منع شکنجه را تصویب کرد و بعدها 26 ژوئن 5 تیر را روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان آن اعلام کرد. هدف چنین مناسبتی جلوگیری از شکنجه و تعیین مجازات برای آن در تمام کشورهای جهان بود. ایران از معدود کشورهایی است که معاهده منع شکنجه را نپذیرفته است. تکرار میکنم، ایران از معدود کشورهایی است که معاهده منع شکنجه را نپذیرفته است. در مجلس ششم هم که قانونی برای الحاق به این کنوانسیون تصویب شد، شورای نگهبان آن را مخالف موازین شرع ارزیابی نمود. البته وقتی قصاص عضو، دست بریدن، کور کردن مطابق شریعت است، ضدیت علیه شکنجه شرعی نیست. شایان ذکر است که در قانون مجازات به اصطلاح اسلامی که بر اساس متون فقهی تنظیم شده، انواع و اقسام مجازات های بدنی را که طی دهه‌های پیش از انقلاب به مرور متروک بود آوردند. شکنجه یکی از زشت‌ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجود تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع اون صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد. در میان مظالم بشری هیچ چیز به قدر ایراد تعمدی درد و رنج ناموجه و نابخشودنی نیست و هیچ چیز به اندازه خار و خفیف کردن انسانی در بند توهین به ساحت مشترک بشری محسوب نمی شود. خانم ها و آقایان محترم، از شما تشکر می کنم که وقت گذاشتین و به این بحث توجه فرمودین.